سلام همراهان نازنینم، جزئیات این رویداد وحشتناک از زبان پدر این اطفال، واقعا تأمل شنیدن این گونه رویدادها قلب انسان را آتش می زند. ولی برای آگاهی به دیگران باید این گونه خبرها امرسانی شود تا در کشور مثل افغانستان ما مردم بیشتر مواظب خود و فرزندانشان باشند. در این رویداد بی‌توجهی والدین را بیشتر نشان می دهد. برای ادامه لطفاً با ما باشید. زلمه کوهستانی پدر این سه طفل هست که روز قبل به شکل وحشیانه اطفالش را در داخل منزل هیشان در لوای بابا جان خیرخانه سر بریدند. زلمه که در ریاست سرسبزی شهرداری کابل ایفای وظیفه می نماید و همچنان دانشجوی سمستر اشتم دانشکده حقوق موسی تحصیلات حالی خورشید هست، روز قبل در حالی که مصروف سپری نمودن امتحان پایانی سمستر خود بود، خبر سربریدن کودکانش را برایش دادند. سخنان پدر این کودکان در مورد این رویداد غم‌انگیز و حکایت غم‌انگیز این رویداد را این گونه بیان کرد. زمان مژدنام دخترم ساعت 10 صبح از خانه به مکتب می رود، افراد ناشناس مسلح اثر درب خانه وارد منزل می شوند و در نخست این سه کودک را با جوس میوه و بسکویت مسموم ساخته و جداگانه به اتاقهای دیگر برده و سر می برند. گفته می شود که کودکان جان باخته 2 ساله، 5 ساله و 7 ساله بودند، 2 پسر و 1 دختر. جای تاسف اینجاست که پدر آنها در بیرون از منزل مصروف وظیفه بوده و مادر آنها هم به کاپیسا برای یک فاتحه رفته بوده است. یعنی این سه کودک کاملا در خانه تنها بودند، در حالی که آنها هر چهارشان خردسال بودند. حتی اگر دختر بزرگ این خانواده که 10 سال دارد وای هم در خانه می بود، کار از دستش ساختن نبود و حتما او را هم می کشتن. واقعا این والدین کار اشتباهی را انجام دادند. چه درسی طفل را در خانه تنها گذاشتند؟ حتی این اطفال با سن و سالی که داشتن ممکن خودشان به خود ضرر برسانند. نظریات دوستان هم امین بوده است که در این رویداد مجرمین اصلی والدین این کودکان معصوم و بیگناه بوده است، چرا که با همچو بی‌تفاوتی در برابر اطفالشان آنها هم مجرم هستند. لطفاً نه تنها نظر شخصی خودم بلکه نظریات همگی بوده است که اطفال خردسال خود را در خانه تنها نگذارید. نه تنها در افغانستان بلکه هر کشور دیگری هم باشد، ممکن اطفال خودشان به خود ضرر برسانند. پشیمانی که هیچ فایده ای ندارد. منتظر نظریات شما در این ارتباط هستیم. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار. روی شهدا شاد و یادشان گرامی باد.